چقدر از هم گسیختن. از یک طرف قدرت نشون میدن، خب قدرتمندن، خب نیروی نظامی نیست که همه جای میتونی بگیری که ها، شما باید چارچوب اقتصادیتون مشخص باشه، پشتیبان داشته باشه، شما باید در حقیقت دنیا یک کاسه باشه که کاسه شما باشه، این کاسه شکست، کاسه دیگری در دست میشه که کاسه شما نیست، یک کاسه جهان یه چیز دیگری. بله. به این ترتیب هست که باز ما میبینیم که خب در زمان بوش اینه میزنه، اونا حمله میکنن میگه بده هم اونو بزنیم هم اینو بزنیم، بریم عراق بگیریم. بله. اینو بزنیم. چرا عراق میگیم بگیریم؟ چون عراق صدام حسین خیلی آدم فاشیستی بود، خیلی کارهای بدی کرد، ولی عادت خیلی هم استفاده کرد از آمریکایی‌ها که یاد کوبا این کارا، ولی آدم خودش بود. اسرائیل چشم نداشتن ببیننش و میخواستن تیک پارش بکنن. اگر عراق سه تیکه میکردند حکومت اسرائیل بیشتر خوشحال میشد. بله. ولی خب میدونی که اگر سه تیکش میکردن که گرفتاری بیشتری در خود آمریکا ایجاد میکرد. اینم داستان زیاد داره، من توی جریانات خیلی دقیق بودم، اینم نمیخوام در این لحظه بخوام وقت شنوندگان گرامیتون رو بگیرم. ولی در اصل الانم یک تیکه نیست دیگه. بله. به ظاهر الانم یک تیکه نیست، ولی میتونه کمتر یک تیکه باشه. بله دقیقاً. داستان زیاده. بله یه جوری چسبوندنش. بله. بله. حضورتون که عرض بشه، پس اینم دیدیم که پس نگاه میکنیم میبینیم که خانه ای هست که میبینیم این خانه دنیاست. بله. این خانه رو اگر که ما مثلا من مثال زده بودم، بذاریم مثال تکرار کنم دوباره. این سیستم مافیایی یا مافیایی که تو آمریکا هست، بله. نه که هم دیگر میزنن و پول در میارن و سندیکیت رو نمیدونم از این کار، مافیایی که بله. همونش میگن تو لاس وگاس مولان با. بله. اینها هیچ وقت خونه وقتی میرن دو هم جنگ و اینا میکنن نمیرن تمام خونه خودشون آتش بزنن. بله. تو شهر خودشون خونه خود رو آتش نمیزنن. اینا اینقدر شعور دارند. آمریکا خونه دیگه نداره اینجوری، یعنی جان خانه اون نیست به اون معنا. بله. جان مال او بود. بله. این طور عمومی نگاه کنیمش، خانه نداره چیکار میکنه؟ خب کسی که خانه مال اون نیست ها؟ حالا این عذار اینی عرض میکنم. بله. اگه شعور داشتن یه خود فکرم میکردن، البته شعور دارن ها، ولی شعور داریم صحبت میکنیم از اینکه زمان رو بفهمیم. بله. یعنی یک فرض کنید پلنگ اینقدر شعور داره که طعمه یه چیز دیگه نشه. من این شعور دارم صحبت. بله. شعور سروایوال دارم صحبت از خرد. نه این که بره مدرسه بهم بگم من IQ 102 هست و 196 هست. بله. بله. این بحث من نیست. بنابراین این وضعیت اگر این وضعیت رو میفهمیدن در حقیقت خونه دنیا رو آتش میزنی، خونه تو نیست دیگه، حالا آتشش میزنی. و این آتش زدن ها جواب داره، پاسخ داره. همین آتش زدن ها هست که قبا سوخته ای مثل کیسینجر که آرشیتکت مسئله بسا بیتانت بین شوروی بود، مسئله چین بود و غیره بود که به اصطلاح هژمونیک استبیلیتی ایجاد کرده بود ها. اینا هست دیگه، نه نگاه بکنید بهش ها، که این که قدرت آمریکاست و بالاخره ما هرچی میگیم همونو به هر حال یه مقدار با شما نازنازی افتاد میکنیم، برای خب جهان مال ماست. و اولا دیده که ای بابا و رفت چیکار کرد؟ لابیست بود دیگه. اینجاست مدتهای مدید خلی کلی هم پول در میه و شرکتی درست کرد با چین، کنار چین. دیده که نه، این توبه میری از اون توبه میری ها نیست، جهان داره تغییر میکنه. میگه اگر ما الان نزنیم همه رو هیچ وقت دیگه هیچ کسی رو نمیتونیم بزنیم. این بحث داری میکنی دیگه، اگر نگاه بکنی بیشتر حرفای اینا که میزنن این گونه است. بیشتر آدمای تندروشون اینجوری هست. بجز نگاه بکنی به کارش، میگه باید حد خودمون باید بریم جلو و خوب محکم بریم. و این خوب بحث است. و این که جنگ رو داریم صحبت میکنی ها، بحث بود. دو تا آدم حالا اسمشون نمیبرم توی چارلی روز بودن، مادن راجع به جریان ایران صحبت میکردن که خب ایران گفته که خب من صحبت میکنم. خب اینا یا صبح هر لحظه میگن میکنیم نمیکنیم ولی کن برخواست صحبت میکنم. خب صحبت کنیم. بس این بود که خب پیشت چیه تیاش پیشت باید باشه نباشه. یکی از اونها که نظر من درست میگفت، ایرانی هم نبود ها، ببین هر چی میکشیم از دست ایرانی هم خودم دقیقا متاسفانه ایرانی هم نبود. حالا اینم من با نظر بوشنم اسمش نمیارم که برخواد شخصی نشه، آمریکایی بود، ولی اون آمریکایی هم خیلی از نظرش من قبول ندارم، ولی این نظرش قبول دارم. میگو بابا این به اصطلاح غنی سازی حق کشورهاست و این ایران هم میکنه و این هم ما نمیتونیم بگیم نکنه.
این دانش باید بکنه. این پیشرفت نمیتونه باشه. اون طرف اسمش نمیبرم. خیلی آدم بی‌سوادشون از من با اوباما کار میکرده. گفت که حضورتون که عرض بشه بازی کرد ها؟ حالا چون دقیق رفت چهار روز بود دیگه چهار روز رفت دقیق بهش گفت که خب حالا اگر این چه چیزی هست که اینا بشینن سر یه جا این شش تا کشور رو نمیدن نمایندگان از این بساطو گفت که ببین این بله نتونست دیگه نگه بله حق هم هست این حرفات ولی خب میدونی اینا قبلا هم یک کارایی کردن حتما هم یک کارایی یه جمله بندی چیه؟ درست رفته تو محکمه داره مطلب میتراشه این نیست که این جمهوری اسلامی جمهوری فاشیستی مردم کش نیست بس من باز این نیست بله دقیقا دوستان بس من این نیست بس من این است که آخه این چه حرفی بله غلط نیست بله. شما بچه گول میزنید حق مردم است فرض کنید جمهوری اسلامی رفت حق مردم ایران است که تصمیم گیری بکنه دقیقاً همه این چیز این آدمی که الان یک مدتی هم پیدا کرده خب به شغلی هم داشته اسمش نمیبرم ها این آدم این حرف بزد خب ببین اینا هستن دیگه اینجور آدم ها هستن دیگه شما حالا برمیگردم برای یک جنبندی بله در ضمن جناب بینا میخواستم لطف کنید یک اشاره هم بشه به نقش مجاهدین در این روزها در این شرایط امروز خوشحالم که برای به اصطلاح اینو ریاد آوری فهم تمنا میکنم ببینید مجاهدین الان به طور کلی اگر نگاه اگر کسی که مجاهدین میشناسه ها ببینید دیگه من تو این کارا بودم دیگه بله من اینا رو از رگ و ریشه میشناسم از بنیان بله و برای پایگزارانشون بسیار احترام قائلم درودشون یادون باشه بله. از قهرمانان از بهترین فرزندان و سرزمین بودن یادشون گرم ولی برای افرادی که دیگه بعد از این جریاناتی که به اصطلاح بعد از قیام و بعد از این جریاناتی که به کمپ اشرف برو و برم به اون کارهای مشخص که انجام دادند و اینکه به چه الگویی و چه فرمی و چه فضاحتی افتادند بله. اینها حالا به هر صورتی که هست کارهایی که این زمان انجام دادن یعنی که موساد میخواد انجام بده اینا انجام بله کارهایی که سیاهی میخواد انجام بده سیاهی خود کمتر اینا انجام میدن اینا از مزدورترین المانهای دشمنان مردم ایران هستن جمهوری اسلامی بزن کنار بله. اون سردنگونیش به نظر من باید تو دستور مردم ایران باشه که هست و خواهد شد نداره که سردنگونیش بخواد بکنه بله. این فضولی ها مربوط نیست به قدرت خارجی که بخواد یه جایی سردنگون کنه دقیقا. این فضولی ها مربوط نیست به قدرت ها این حق مردم ایران است یادمون باشه و زیادم سینه چاک نکنید که ما میگیم بریم این لیبرال های بی استخوان این حرفا رو زیاد میزنند ولی بحث کلی این است که اینها عملا کمر به قدرت مردم ایران بستند دقیقاً اصل مسئله همین است و این اینها عوامل جنگ هستند اگه یادتون باشه گفتن توی واشنگتن یک فردی ایرانی پیدا شده که نمیدونم گفته پول میگیرم نم از مکزیک اومده از جای دیگه اومده و این حرفا که بره به اصطلاح سفیر عربستان رو سفیر عربستان سعودی رو در آمریکا بکشه بله اولا این هی بچه‌ای که حتی تو دبستان داره میره اگه اینو بشنوه میخنده بله یعنی چی چه میشه مرغ پخته هم تو دیگ میخنده دومی که وقتی نگاه میکنیم به این که از کجا ایشون تشریف آورده تریس ایشون رو از کمپ اشرف تا اونجایی که من میدونم بله میتونیم نگاه کنیم از اونجا اومد بله رفته این خرابکاری رو بکنه و اسم ترتیب بده بالاخره اسم میذارن دیگه اگر میذارن اما میذارن تو این روزا هم همینو میخوان همینو همینو میخوان آره دیگه این کارو میخوان بکنن یک دومی که تمام خرابکاری ها بیشتر خرابکاری ها حالا تمام که نمیدونیم که ما ولی اونجا که ما میدونیم بیشتر اون خرابکاری ها که انجام شده اولا با دست اینا با موتورسیکلت سوار شو اونو بچسبون فلان جا اونو بکش از این کارا و تو همین تایلند ایرانی پیدا کردن خب این حالا چه هیچ بعدها ممکنه تقش در بیاد که بعد ما گفته بودیم که این مجاهدینیه حالا 5 سال بعد تا بعدم این جنگ انجام شده مثلا ها بله من دلا تشویق دارم صحبت بکنم ها نباید اون روز بله انجام شده همه انزلن داغون که مثل جریان عراق دیگه ها بله که درست 16 ماه بعد از این که عراق با خاک یکسان کرده بودند بعد یک کمیته که اونجا به آدم هایی رفتند و 40 میلیون برگ 40 میلیون تا همین کتاب من هست نگاه کنید توی به اصطلاح
فصل 13 40 میلیون برگ داکومنت به اصطلاح تمام مسائل رو نگاه کردن آوردن. نه بابا همچی چیزی نبوده، قبلن هم نبوده، زمنان میدونستن هم خیلی زمنان میدونستن الکی بوده. و اینه اینه بدبختی ما جا بینا. یه نکته، یک نکته بسیار سوال برانگیز دیگه اینه که این طرفی که اومده در تایلند ترور کرده، پاسپورتش هم بغل دستش بوده. جالبه. یعنی مثلا طرف میاد معرفی میکنه من اومدم ترور کنم. خب اینا هرچی اثر و آثار دارن به میبرن. این واقعا خنده داره، واقعا در سطح مبتذل این کارا. این در ساعتی هست که فقط بگن که یک چیزی ایرونی کاری کرده. دقیقاً. چون سفره ایرونی فرض کنید بره لخ به مذهب بخوام عربی برقصه، بذارید اینجوری بگم عربی برقصه توی مثلا بولوار سانتا مونیکا و بعد این عربی برقصه دوتام شعار ببنده پشتش، ایرونی اینجوری کرده. بله بله. تختش کنن. دقیقاً دقیقاً. یا همونطور که قبل از گفتگو با هم صحبت میکردیم، یک وجهه دیگر خیلی آرتیست بازیش اینه که بگیم که رژیم ایران این کار رو کرده، بعد پاسپورت رو انداخته اونجا، بگه این کار منه. این بعد هست. حالا اجازه هست که اگر مطلبی نیست، نکته ای رو فکر میکنید از قلم ننداختم، اگر نیست من یه جنبنده کوچک بکنم. لطف بفرمایید. در رابطه تنگاتنگ این مسائل قرار بدید. فقط یه نکته دیگر این که باز میخواستم اینو با تو مطرح کنم، اینی که یه دیز فکر میکنن که وقتی ما میگیم این تجاوز و این حمله امکان صورت گرفتنش خیلی زیاده، هر لحظه هم شدیدتر میشه و امکانات چه سعی میکنن فراهم کنن، اگر نشده اولا برای اینکه هم نتونستن هم بیداری ها اجازه نداده، یعنی علت نتوانستنشون این هوشیاری ها بوده و اون شرایط ایرانه، بعد هم اینکه یه دی نشستن مسابقه میدن کی برنده میشه، آیا ایرانو میگیرن یا نمیگیرن، بحث ایران گرفتن و ایران نگرفتن نیست اصلا، بحث اینه که آقای تجاوز انجام میشه، میلیون ها هموطن کشته میشه اون وطن. مگر اسکندر و عرب و چنگیز پیروز شدن اگر در یک کوتاه مدت، اونم هزاره ها و صده ها پیش، نه امروز؟ مگه میشه در ایران به پیروزی رسید؟ یکایک آزادگان، اون جوانان، حتی پیر زنان، پیر مردان اون سرزمین درسی به متجاوزین میدن که تا پایان اون فراموش نکنن و دیگر برپا نخیزند. اون کسانی که باور نمی کنند به سرودها و سرودهای آزادگان وطن، جوانان ما که این روزها می خوانند و می سرایند و ما پخشش می کنیم گوش کنید. نگاه نکنید به این ایران فروشان بیمایه و خود فروشان. بیکران بیکران آزادگان در ایران و بیرون ایرانند. که گفت از تو را دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. پیروزی در ایران خواب است و وهم است. عراق و افغانستان بچه های کوچک این مادر بزرگند که این درس ها رو میدن. بحث بر سر این است که ما از جنگ و خشونت و خونریزی و ظلم و ستم بیزاریم. بحث بر سر کشتار هموطنان، کشتار انسان هاست. در جنگ همه طرف میمیرند، این جنایت است. نتیجه جنگ ایران و عراق چه بود در یک سطح تازه کوچکتر؟ 1 میلیون کشته و زخمی، بیش از 1000 میلیارد سرمایه های اون مملکت به باد رفتند. عقب ماندن ایران برای دهه ها، محکمتر شدن استبداد، استبدادی انسان کش، و همین اینکه امروز بهش رسیدیم و بر سرمون اومده. در افغانستان و عراق این فاجعه های انسانی، این غارت ملت ها چی میگن؟ در نظر بگیر همونطور که میفرمایید همون گونه هست. مسئله اینجاست، مسابقه اسبدوانی دارن بعضی ها، بعضی ها دیگه یا پول ندارن یا وقت ندارن که به لاس‌وگاس برن گابنده کنن اون چیزها. بله. نشستن روی این کارا گابنده میکنن. دقیقاً. اینقدر مبتذل هست. دقیقاً. بحث کلی این نیست که یه جنگ میشود یا نمیشود. مسئله این است که چهارچوب انجام جنگ رو فراهم آوردند. یکی مسئلهش این است. دقیقاً. در زمان کندی 1962، شما برگردید به تاریخ نگاه کنید، داکیومنت ها هست، مسائل هست، همه رو نگاه کنید، من آشنا هستم با این جریان.
نگاه کنید ببینید که کیوبن میتل کرایسیس بهش میگن. وقت رفت کندی تصمیم گرفت، فکر کرد که موشک گذاشتن روسا اونجا، موشکایی هست که خب آمریکا میتونه از اون فاصله نزدیک بزنه، خوشتف نبیدن فلان بهمان اون زمان خوشتف بود. و خب کاسترو گفته بود که خب ما دفاع میکنیم از خودمون، چندین بار سوء قصد جانش کردن، دقیق کردن، چه کردن، چه کردن، چه نکردن، دیدید که آنی برمان گفت که بابا شوخی با ما نکنید دیگه، ما اینجید نمیشینید که آن. و به این ترتیب میبینیم که چکار کرد، اوردر داد، به اصطلاح فرمان داد که به اصطلاح ناوکان دریایی به اصطلاح قرنطینه بکنه کوبا رو. بله، قرنطینه یعنی که کسی وارد نشه، کسی نره، ما چک میکنیم. بله، این قرنطینه که گفته میشه یعنی اعلام جنگ. یادمون باشه دوستان رفقایی که به اهل دادگستری و به اصطلاح لایر و این حرف ها هستن، اینترنشنال اکسپرت، نگاه بکنم بهش، خواهش میکنم اگر من درست نمیگم منو به من تذکر بدید، من خودم اینترنشنال لایر و این حرف ها رو خوندم، این گونه نیست. بله، یعنی اعلام جنگ. بله، یعنی خود جنگ، اعلام جنگ میکنم، یعنی احتیاج نیست دیگه تو بگی که، یعنی فقط اولین توپ در نرفته، اعلام آماده باش جنگی، اولین ICBM در نرفته، اولین نمیدونم موشک فلان نشده، توجه میکنم. بله، یعنی جالب هست اینجا، اون زمان البته خب اوضاع عجیب غریب بود و رسیدم بهش و بلاکید هم نشد. بله، گفتگو میکنم از قانون بین‌المللی هم درست نبود این حرفا، بالاخره حلش کردن اینو. داستانش هم خیلی شیرین هست، البته خیلی تلخ بود اون زمانی که در حال لستا تکوین بود. بله، خدمت رو که عرض بشه، ولی این خود جنگ هست، یعنی در زمان صلحی، حالا در زمانی که دو تا سه تا جنگ تو دستتونه، ها دارید میزنید دیگه، به هیچ جام نرسیدید و همم زدن دیروزون کردن، ها شما فوش دادن به شما. بله، دیگه شوخی نیست دیگه، کارزاری فوش بهتون داده، گفته برو نگاه کنید ببین تو عراق چی بهتون میگن، میگه برو بابا، ها اون کاری کردی، چند آدم کشتید، 150,000 نفر تو لیبی کشتید، لیبی الان دست شما نیست، لیبی الان دست هیچکی نیست، نگاش بکنید. خب تو این وضعیتی که میدونید که هیچ کسی نمیبره نمیزنه، فقط مردم کشته میشن، شما اعلام جنگ دارید میدید، اعلام جنگ رو در زمانی میدید که اولا چارچوب برای جنگ کردن ندارید، صحبتتون این است که میگید همه مطالب روی تیبل هست، تیبل لعنتی رو، بله، میز لعنتی، بله، این درست. دوم این که هی اسرائیل رو که خب تنش هم میخاره، دولت اسرائیل اولا چیکار میکنه، کیشش میکنه که یه چیزی همون بگه. بله، شما چه حقی دارید این کار میکنید؟ شما اصلا این کار نمیتونه، از روانی شما رو باید بیان دادگاهی کنن، شما اعلام جنگ دارید میدید. بله، دقیقاً. شما موقعی کسی جنگ میکنه که دیگه کار به استخونش رسیده باشه، شما جهانی رو میخواید که قدیم تو ذهنتون مجسم کردید و الان از زیر پاتون رفته، اون جهان رو ممه بوده، لولو برده، شما دیگه ندارید اون رو، این رو باید ما بفهمید. بله. من این روی کورسی دارم درستم اقتصاد سیاسی، یه قسمتی از این حرفایی که دارم میزنم و به انگلیسی یه خود آرومتر برده، من این های به این دانشجو میزنم، دانشجو دوست می نویسن و دانشجو که فرحال داره علم یاد بگیره و چیز یاد میگیره، میگه تو درست میگی؟ ها دست داشتیم ما اینجا تو کلاس. بله بله، اینا میفهمن، اینا این نسل درست حسابی آمریکایی میفهمه این جریانات رو، خیلی ناراحت از این مسئله، این است. دقیقاً دقیقاً. اینه اینه، منتها دو گروه، یا من گروه بندی کرده بودم تعدادی رو، قول معروف در اینجا چهار زندان است، عرض کرده بودم. بله، من دیگه بله، نمیدونم دنبال این مسائلش دیگه. بله، ولی ما دو تا تمایلات و دو تمایل مشخصه که جنگ رو به اصطلاح تجویز میکنن در مورد ایرانی هایی که خارج کشور هستن، اساساً ما نیرویی یا عنصری فرق نمی کنه، یکی رو مجاهدین میبینیم که اساسا دست اینا هستند، بله، دستکش اینا هستند. دقیقاً. اینا کسایی هستن، اینا کسایی هستن که الان بذارید اجازه بدید فقط این رو بگم، من اگر فرض کنید رای بم بدن به جمهوری ایران بشن، هم چیزی نیست، من هرگز این کار نباید، میدونم که دنبالش نیست، من اولین گروه رو که میارم مثل نورنبرگ، دادگاه نورنبرگ محاکمه میکنم، اینا رو میکنم. بله، برای روشن شدن حقایق، نه دادگاه درست کردن و محکوم کردن. بعد خامنه‌ای رو محاکمه میکنم.